شورای امنیت سازمان ملل متحد تمهیدات تازه را برای نظارت بر تحریم هایی اتخاذ می کند که در ارتباط با فروش سلاح و موشک های غار پیما و دیگر موارد خارج نشده از تحریم های مربوط به برنامه اتمی ایران است. تمهیدات تازه نظارتی جای کمیته ای را می گیرد که در مورد اجرای تحریم های بین المللی علیه ایران به شورای امنیت گزارش میداد. این کمیته نظارتی پیش از اجرایی شدن برنامه جامعه اقدام مشترک اعلام کرده بود که آزمایش موشک اماد نقض مسببات سازمان ملل و مشمول تحریم های این سازمان است بنابر گزارشی که خبرگزاری از سوشیت پرس روز پنجشنبه اول بهمن منتشر کرده در تمهیدات تازه دبیر کل سازمان ملل متحد موظف از هر شش ماه یک بار در مورد اجرای توافق اتمی به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد همچنین ارگوه رئیس دوره شورای امنیت سازمان ملل خواستار پیگیری ترتیباتی عملی و راه و روش های تازه ای شده تا بر پایبندی به تعهدات مربوط به توافق اتمی نیز نظارت کامل وجود داشته باشد به گزارش از سوشیتت پرس، قرار است یکی از پانزده عضو شورای امنیت به عنوان هماهنگ کننده امور انتخاب شده و از بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز خواسته شود تا حمایت رسمی خود را از عملکرد شورا اعلام کند تحریم های اقتصادی بین المللی علیه برنامه اتمی ایران روز شنبه 26 دیماه برداشته شد در حالی که همچنان برخی تحریم های دیگر مانند فروش سلاح در مورد ایران اجرا می شود. این تحریم ها به مدت پنج سال طول خواهد کشید اما در صورتی که آژانس بین المللی انرژی اتمی ماهیت کاملا صلح آمیز برنامه اتمی ایران را تایید کند این تحریم ها ممکن است زودتر به پایان برسند. تحریم نیز در مورد انتقال فناوری مربوط به ساخت موشک های قارپیما به ایران وجود دارد که قرار است تا 8 سال حفظ شوند بر طبق توافق اتمی با ایران شورای امنیت سازمان ملل بر اجرای توافق اتمی نیز نظارت خواهد کرد این شورا وظایفی در این مورد خواهد داشت که از جمله پاسخگویی و تحقیق در مورد اطلاعاتی است که به اقدامات در تناقض با تعهدات مربوط باشد شورای امنیت در مورد هر درخواست یک عضو سازمان ملل متحد نیز باید به طور موردی وارد عمل شده و بر عملکرد ایران نظارت کند این درخواستها می توانند مربوط به قنیسازی تولید اورانیوم یا انتقال فروش یا استفاده از برخی فناوری های هسته ای شوند. محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران گفته حسن خمینی نوه آیت الله خمینی به دلیل شرکت نکردن در آزمون مجلس خبرگان رهبری دیگر نمیتواند در انتخابات شرکت کند وی در این حال گفت احتمال میدهد که صلاحیت رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام در انتخابات مجلس خبرگان رهبری تایید شود آقای موحدی کرمانی که دبیر کلی جامعه روحانیت مبارز را نیز بر عهده دارد روز پنجشنبه اول بهمن ماه در بالای تایید صلاحیت اکبر حاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری احتمال داده بود که وی تایید صلاحیت شود برخی از سایت های خبری از جمله پایگاه اینترنتی پایش و سایت حزب اعتماد ملی در روزهای گذشته اعلام کرده بودند که صلاحیت حسن خمینی برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری تایید شده است. سایت پایش نوشته بود دست کم سه مرجع تقلید با ارسال پیام به شورای نگهبان صلاحیت سید حسن خمینی را محرز دانسته و نسبت به احتمال رد صلاحیت وی تذکر داده بودند. با این حال پس از انتشار این خبرها خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در شورای نگهبان گزارش ها درباره تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری را تکذیب کرد در هفته گذشته شرکت نکردن حسن خمینی در آزمون مجلس خبرگان رهبری خبرساز شد نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در آخرین اظهار نظر خود درباره شرکت نکردن کاندیداها در آزمون مجلس خبرگان رهبری گفته بود ممکن است صلاحیت کاندیداهایی که در آزمون مجلس خبرگان رهبری شرکت نکردند اهراز شود اما عدم شرکت کاندیداهایی که حد علمی مورد نظر فقهای شورای نگهبان را ندارند ابراز اهراز اجتهاد آنان را سلب می کند. حامیان حسن خمینی پس از نامنویسی او در انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفتند او دارای اجازه اجتهاد از تعدادی از مراجع تقلید شیعه است اما تعدادی از اعضای نگهبان گفتند اجازه اجتهاد از مراجع تقلید به تنهایی برای تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری کافی نیست محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری و از فقهای شورای نگهبان 22 دی ماه تاکید کرده بود که فقط فقهای این شورا هستند که اختیار تشخیص اجتهاد کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری را دارند جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده هرچند ممکن است بخشی از پولهای آزاد شده ایران در اختیار گروه های تروریستی قرار گیرد اما تصور نمی کند که فعالیت های ایران در منطقه ارتباط مشخصی با درآمد این کشور داشته باشد آقای کری روز پنجشنبه اول بهمن گفت فکر می کنم که بخشی از آن به دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا سایر نهادهایی بیفتد که برچسب تروریستی خوردند وی بعد به گروهی از خبرنگاران گفت تا جایی که میداند سپاه پاسداران شکایت دارد که این پول به دستشان نمی رسد وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داد اگر مچ آنها را در حال تأمین فعالیت‌های تروریستی بگیریم روشن است که ایرانی‌ها در کنگره آمریکا و با سایرین به مشکل برخواهند خورد. آقای کری همچنین بار دیگر گفت در مورد رقمی که ایران به آن دست پیدا می کند بیش از حد اقرار شده است رقم 100 تا 150 میلیارد دلار غلط است و رقم 55 میلیارد دلار دقیق تر است سخنان آقای کری در حالی بیان شده است که روز پنجشنبه اول بهمن ماه چند سناتور سرشناس حزب جمهوری خواه از بررسی تحریم های بیشتر علیه ایران در ارتباط با برنامه موشک های بالستیک ایران حمایت کردند. سناتور کلی آیوت گفت صحبت از چیزهایی است که عیان است یعنی نمیدانستید این چیزی است که از ابتدا خبر داشتیم اینکه ایران حتی وقتی اقتصادش زیر فشار تحریم فلج شده بود از تروریسم حمایت میکرد. تصمیم آنها این بود که پولشان را صرف سلاح کنند نه نان مردم. حتی پیش از آن که از زیر فشار اقتصادی خارج شوند سناتور آیوت افزوده این که گفته می شود حمایت از توافق منجر به قوی شدن موضع میان روها می شود به هیئت انتخاب نامزدهای انتخابات یعنی شورای نگهبان نگاه کنید ببینید همه را کنار گذاشته است پس توافق منجر به این چیزها نمی شود سناتور جان مکین هم با انتقاد از سابقه حقوق بشر ایران گفت ایران حالا یمن و سوریه را در اختیار دارد ایران ارتش آمریکا را مسخره می کند و وزیر خارجه از آنها تشکر می کند کار ایران ضد قوانین جهانی مبنی بر آزادی دریا نوردی در دریاهای آزاد است سناتور لینزی گراهام هم با انتقاد از واکنش نشان ندادن دولت به برنامه موشکی ایران گفت ما به خاطر اینکه رئیس جمهوری کار نمی کند رهبری را به دست می گیریم. این سناتورها گفتند که کنگره تحریم های تازه ای را در ارتباط با برنامه موشکی در نظر خواهد گرفت همزمان خبرها حاکی است که جان کری وزیر خارجه آمریکا در خصوص سرنوشت سه آمریکایی که هفته گذشته در عراق ناپدید شدند با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود گفتگو کرده است وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه اجلاس داوس گفته از آقای ظریف پرسیدم که آیا ایران می تواند کمکی در خصوص راه های احتمالی برای یافتن این افراد ارائه کند تا تلاش ها به نتیجه برسد و آقای ظریف پاسخ داده در این خصوص مشورت کرده و هر آنچه که از دستش بر بیاید انجام خواهد داد ولی او اطلاعاتی در این زمینه نداشت به گزارش خبرگزاری فرانسه مقام های امنیتی اراقی میگویند جستجو برای یافتن این سه آمریکایی که هفته گذشته ناپدید شدند ادامه دارد طبق این گزارش مقام های اراقی تردید دارند که این سه نفر ربوده شدند و مقام های آمریکایی با احتیاط از ناپدید شدن این افراد صحبت می کنند. در همین حال هیدر عبادی نخست وزیر عراق نیز روز پنجشنبه در حاشیه جلسات مجمع جهانی اقتصاد در شهر داوس در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد احتمال دخالت ایران در ناپدید شدن این سه آمریکایی گفت من در این مورد چیزی نمیدانم ولی در مورد دخالت ایران به شدت تردید دارم ما مطمئن نیستیم که آنها رو بوده شدند آنها یک باره مفقود شدند مقامات عراقی گفتند روز جمعه افراد مسلح ناشناس این سه نفر را از منزل شخصی خود در محله دورا واقع در جنوب شرقی شهر بغداد ربودند از سال 2011 و خروج نظامیان آمریکایی از خاک عراق این اولین مورد از ربودن شهروندان آمریکایی در این کشور است وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بیانیه ای ضمن محکوم کردن حمله به نمایندگی های دیپلماتیک عربستان در ایران خواستار احترام تهران به سیاست حسن همجواری با همسایگانش شد در بیانیه وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی که روز پنجشنبه اول بهمن منتشر شد مواضع تحریکامیز آمیز مقام های ایرانی در باری اجرای احکام قضایی صادره علیه شماری از عاملان جنایت های تروریسم در پادشاهی عربی سعودی محکوم شده و مداخله آشکار در امور داخلی عربستان و نقض میساقنامه سازمان ملل متحد و همه میثاقنامه های بین المللی نامیده شده است نشست اضطراری وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی به درخواست عربستان در جده برگزار شد بیانیه پایانی نشست اضطراری وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی ضمن محکومیت حمله به نمایندگی های دیپلماتیک عربستان در ایران آن را نقض کنوانسیون سال 1961 وین درباره تنظیم روابط دیپلماتیک کنوانسیون سال 1963 وین درباره روابط کنسولی و قانون بین المللی مربوط با مسئولیت نمایندگی های دیپلماتیک توصیف کرد. این بیانیه تاکید کرده است که این حملات با میساقنامی سازمان همکاری اسلامی و میساقنامی سازمان ملل متحد که خواستار اعتمادسازی روابط دوستانه و احترام متقابل میان کشورهای عضو و حل و فصل تنشها از راه های مسالمت آمیز شده در تضاد است بیانیه پایانی نشست جده همچنین دخالت های ایران در امور داخلی کشورهای منطقه و دیگر کشورها از جمله بحرین، یمن، سوریه و سومالی و ادامه حمایت ایران از تروریسم را محکوم کرد وزیران امور خارجی سازمان همکاری اسلامی ضمن درخواست از کشورهای عضو برای برداشتن گامهای جدی به منظور جلوگیری از تکرار این حوادث علیه نمایندگیهای های دیپلماتیک در ایران از همه تلاش های سیاسی جاری با هدف پایان دادن به تنشها میان کشورهای عضو اعلام پشتیبانی کردند در بیانیه پایانی نشست اصراری وزیران امور خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی آمده است که هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در این نشست با این بیانیه اعلام مخالفت کرده است لبنان اعلام کرد که به این بیانیه رأی مثبت نمیدهد عراق الجزایر و اندونزی نیز نسبت به برخی از بندهای بیانیه پایانی نظری مخالف یا ممتنع اعلام کردند عادل الجبیر وزیر امور خارجی عربستان سعودی در جلسه غیرعلنی روز پنجشنبه گفت که کشورش خواهان موضع متحد اسلامی در برابر تجاوزهای ایران است آقای جوبیر گفت حمله به نمایندگی های دیپلماتیک سعودی در راستای سیاستهای ستیز ستیزجویانه حاکمیت ایران، دخالت مستمر در امور داخلی کشورهای منطقه، اقدامات تحریک‌آمیز و دامن زدن به فتنه مذهبی در منطقه است. وی تصریح کرد این سیاستها عامل اصلی بی‌ثباتی، بحران و جنگ در منطقه به شمار می‌رود. این اقدامات از سوی کشوری است که به عنوان عضو سازمان همکاری اسلامی نه تنها به منشور این سازمان احترام نمیگذارد بلکه حتی به اصول سازمان که از دین اسلامی ما گرفته شده پایبند نیست وزیر امور خارجی عربستان با اشاره به سخنان اخیر محمد علی جعفری فرماندی سپاه پاسداران ایران گفت اقدام های تحریک حاکمان ایران به حدی رسیده که با افتخار اعلام می کشورشان بر چهار پایتخت عربی مسلط شده و به آموزش دویست هزار جنگجو در شماری از کشورهای منطقه میپردازند. این شواهد نشانه های روشنی از سیاست های کنونی ایران در ارتباط با کشورهای همسایه و کشورهای عربی است. فرماندی کل سپاه پاسداران روز 22 دیماه گفته بود که نتیجه مثبت تحولات منطقه آماده شدن نزدیک به دویست هزار نیروی مسلح جوان در کشورهای سوریه عراق افغانستان و پاکستان و یمن بوده است عباس اراقچی معاون وزیر امور خارجی ایران که ریاست هیئت نمایندگی تهران را در نشست ریاض بر عهده داشت گفت که ایران خواهان فرونشاندن تنشهاست و حضورش در نشست جده برای اعلام این موزه است دولت آمریکا روز پنجشنبه اول بهمن ماه قانون محدودیت ورود بدون ویزا به آمریکا را با تغییراتی در آن اجرایی کرد این قانون با اعتراض مقام های ایرانی و برخی از ایرانیان دو یتی روبرو شده است قانون محدودیت سفر به آمریکا بیش از یک ماه پیش و در پی شدت گرفتن حملات افراطیون در اروپا و آمریکا تصویب شد بر مبنای این قانون شهروندان 38 کشور که بدون ویزا به آمریکا می‌رفتند اگر تابعیت ایران، عراق، سودان یا سوریه را داشته باشند و یا در چند سال گذشته به این کشورها سفر کرده باشند باید برای ورود به آمریکا ویزا دریافت کنند وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده است که تغییرات در نظر گرفته شده در قانون محدودیت ورود به آمریکا از امروز اعمال می شود. بنابر قانون محدودیت سفر به آمریکا این شهروندان دیگر نمی توانند بدون ویزا به آمریکا سفر کنند. شهروندان 38 کشوری که با آمریکا در این زمینه قرار دارند اما از ماه مارس سال 2011 میلادی به کشورهای ایران، عراق، سودان و یا سوریه سفر کردند. در این زمینه برای کسانی که در زمینه های دیپلماتیک و یا نظامی سفر کردند استثنا وجود دارد. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا این دو گروه از این پس باید برای ورود به آمریکا ویزا دریافت کنند و اگر مسائل استراری از جمله مسائل تجاری، پزشکی یا بشردوستانه مطرح باشد، سفارتخانه‌های آمریکا آمادن تا سفر این افراد را با سرعت بیشتری تسهیل کنند. همچنین بر قانون محدودیت سفر به آمریکا و تغییراتی که از روز پنجشنبه اعمال می شود مجوز استا یا همان مجوز الکترونیک سفر کسانی که پیشتر تابعیت دوگانه خود را اعلام کردند و طبعی یکی از چهار کشور مورد اشاره هستند فاقد اعتبار است اما وزیر امنیت داخلی آمریکا می تواند برای برخی گروه ها در این زمینه استثناء قائل شود که از آن جمله اشخاصی هستند که به چهار کشور اشاره شده سفر کردند اما دلیل سفرشان شغل آنها در مراکز دولتی یا سازمانهای غیر دولتی و همچنین سازمانهای بین است. در همین حال خبرنگارانی که به دلایل حرفه‌ای به این چهار کشور سفر کردند هم می شامل استثناءات شوند. همچنین کسانی که به دلایل موجه تجاری پس از توافق اتمی سال 94 به ایران سفر کردند ممکن است از گرفتن ویزا مستثنا شوند. اگرچه در بیانیه وزارت خارجه آمریکا تاکید شده پرونده کسانی که برای استا درخواست میدهند به صورت موردی بررسی می شود و در صورت دریافت نکردن این مجوز افراد می توانند همچنان برای ویزا درخواست بدهند وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌اش تاکید کرده همچنان در حال بررسی راه‌های مستثنا کردن شهروندان با تابعیت دوگانه از قانون محدودیت سفر به این کشور است تصویب قانون محدودیت سفر به آمریکا از سوی کنگره و امضای آن توسط رئیس جمهوری آن کشور مورد انتقاد بسیاری از ایرانیان آمریکایی و سایر ایرانی هایی که تابعیت دوگانه دارند قرار گرفته و در تهران مقام های ارشد ایران نیز به آن واکنش نشان دادند. در پاسخ به این انتقادها جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در نامه‌ای به محمد جواد ظریف همتای ایرانیش نوشت این قانون برای منحرف شدن از تعهدات از توافق اتمی تصویب نشده و به ایران اطمینان داد که دولت آمریکا ابزاری در اختیار دارد تا این قانون به گونه ای اجرا شود که هیچ مانعی برای منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد نشود با به اجرا درآمدن این قانون از سوی آمریکا پیش بینی می شود که اتحادیه اروپا نیز در اقدامی متقابل برای شهروندان دو تابعیتی آمریکا محدودیت هایی را اعمال کند. مانوئل وال نخست وزیر فرانسه هشدار داد بحران پناهجویان میتواند آینده اتحادیه ای اروپا را به مخاطره اندازد و خواستار یافتن راه حلی برای این بحران شده است نخست وزیر فرانسه که برای شرکت در اجلاس اقتصاد جهانی به داوس سوئیس سفر کرده روز پنجشنبه اول بهمن ماه گفت اروپاییان نمیتوانند تمامی پناهجویانی را که از جنگ های هولناک در عراق و سوریه گریختند بپذیرند و در چنین صورتی جوامع ما کاملا بی ثبات خواهند شد وی با اشاره به یک میلیون پناهجویی که سال گذشته به مرزهای اتحادیه اروپا رسیدند خواستار اقدام فوری اتحادیه برای حفاظت از مرزهای خود شد و گفت اگر اروپا نتواند از مرزهای خود حفاظت کند مفهوم اروپا بودن زیر سوال خواهد رفت نخست وزیر فرانسه گفت نگرانی در مورد سوء استفاده از ترتیبات شینگن خطری عمده را متوجه اصل وحدت اروپا می کند. نخست وزیر فرانسه از انتقاد مستقیم از خانم مرکل خودداری کرد و موزگیری او را شجاعانه توصیف کرد اما در عین حال گفت پیامی با این مزنون که بیایید خوش آمدید باعث جابجایی گسترده جمعیت می شود آقای وال گفت اگر امروز حرفی از دهان شما در اروپا خارج شود چند ثانیه بعد عین این در اردوگاه های پناهجویان روی سمارتفون هاست نخست وزیر فرانسه در بخش دیگری از این مصاحبه نظرات خود را در مورد مبارزه با اسلامگرایان تندرو به ویژه گروه دولت اسلامی داعش نیز بیان داشت در ماه نوامبر سال گذشته افراد مسلح وابسته به این گروه به نقاطی در پاریس حمله کردند و 130 تن را کشتند در پی این واقعه دولت فرانسه توانست مجوز پارلمان برای برقراری وضعیت اضطراری در این کشور را کسب کند اعتبار این مجوز در روز 26 ژانویه برابر با 6 بهمن منقضی می شود. نخست وزیر فرانسه ضمن تاکید بر اهمیت برقراری وضعیت استراری گفت مایل است وضعیت استراری تا زمان پایان موفقیت آمیز جنگ تمام ایار و جهانی علیه دولت اسلامی همچنان برقرار باشد و او خواهد کوشید مجوز ادامه این وضعیت را کسب کند در وضعیت استراری ماموران پلیس از اختیارات بیشتری برای جستجوی مهاجمان احتمالی و قرار دادن افراد تحت حبس خانگی برخوردار می شوند. اخیرا چند تن از کارشناسان وابسته به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفتند که اختیاراتی که تحت قانون شرایط اضطراری به دولت داده شده زیاده از حد و غیر متناسب با نیاز است. فرانس و اولاند رئیس جمهوری فرانسه خواسته است که امکان وضع مقررات وضعیت اضطراری در قانون اساسی گنجانده شود و از جمله دولت بتواند افراد دارای تابعیت دوگانه را در صورت اثبات ارتکاب به جرایم تروریستی از تابعیت فرانسویانان محروم کند. نخست وزیر فرانسه همچنین گفت ممکن است فرانسه بار دیگر هدف حمله قرار گیرد و افزود که طی چند ماه گذشته سازمان های امنیتی شش توطعه برای انجام عملیات خرابکارانه را کشف و خونسا کردند. پیکر چهار شورشی حوثی یمنی که برای درمان به ایران منتقل شده بودند و در بیمارستانی در تهران فوت کردند روز پنجشنبه سیوم دی در آمول تشیی و در این شهرستان به خاک سپرده شد سردار سید محمد باقرزاده مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به رسانه های ایرانی گفته برخی از مسئولان وزارت امور خارجه ایران فشار آورده بودند تا این مراسم انجام نشود او گفته وزارت امور خارجه حتی قصد داشته مانع انتشار پوسترهای مراسم و پوشش اخبار آن در رسانه ها شود بر اساس گزارش رسانه های ایرانی این چهار شورشی حوسی به نامهای اکرم القفاری، محمد حسن العجزی، علی حزام البشاو العاطف و علی محمد مروانی معرفی شدند این چهار نفر در صنعا پایتخت یمن و در پی بمباران های هوایی این شهر مجروح شده بودند آنها روز چهار فروردین توسط هواپیمای ایرانی برای مداوا به تهران انتقال داده می شوند، اما در نهایت بر اثر جراحات وارده در تهران جانشان را از دست می دهن. روز پنجشنبه سوم اردیبهشت برخی منابع خبری از جمله شبکه میادین گزارش دادند یک هواپیمای ایرانی که قرار بود در فرودگاه صنعا فرود آید با دخالت جنگنده های سعودی مجبور به بازگشت به تهران می شود. ایران گفته بود هواپیمای مزبور حامل کمک های دارویی است اما عربستان گفته بود هواپیما حامل تسلیحات نظامی برای شورشیان حوسی بوده است پیشتر نیز گزارش های از ارسال تجهیزات به یمن از سوی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده بود اگرچه ایران همواره این اتهام را رد کرده اما فیلم هایی که در رسانه ها منتشر شد نشان دهنده ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی به شورشیان حوثی در یمن توسط جمهوری اسلامی بود جمهوری اسلامی ایران رابطه با شورشیان مسلح را تنها حمایت معنوی دانسته است سردار سید محمد باقرزاده مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به خبرگزاری دانا گفته است از اردیبهشت امسال چند بار تلاش کردیم تا این اجساد را به یمن انتقال دهیم اما به دلیل بمباران فرودگاه صنعا امکان فرود هواپیما میسر نشد و در نتیجه کار انتقال اجساد به یمن بینتیجه ماند آقای باقرزاده افسوده است که خاک سپاری چهار شهروند یمنی با اجازه علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است. این مقام در تشریح دلایل مخالفت وزارت خارجه با این خاک سپاری احتمال افزایش تنش میان ایران و عربستان را برشمرده است. همزمان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در حاشیه ای اجلاس داووس به خبرنگاران گفت ما خود را در حالت دشمنی و تخاصم با عربستان سعودی نمیبینیم و امیدواریم عربستان سعودی هرچه زودتر سر عقل بیاید